توی این ویدیو سعی میزنیم به جنوب و بوشه، گروه لیان و احسان عبدی پور. به بوشهر که فکر میکنم از تو منبسط میشوم. آنطور که پدری بجنگد که کسی بد رو دختر دم بختش نگذارد، هرچند که این پسر است، یک پسر سور با پاهای ترک ترک و چینهای قشنگ دور چشم، چینهای آفتابی که مخصوصاً و به خستش سطح خورشید را ترک کرده، از لایه‌های جو و جهان گذشته و خلیده توی تنش. ما روی شیارهای خورشید شروه می‌کشیم، مثل مومیایی که تن را از فساد می‌رهاند می‌رقصیم و مثل باد که جایی جاش نمی‌شود، نفس‌های آهدارمان را تو شوری آب خالی می‌کنیم، با غوصی در اعماق شور آب. روز ملی بوشهر روز ملی رقص است و غم. جنوب مگر چه دارد جز اندوه و رقص؟ از غم زیاد است که می‌رقصیم. محسن شریفیان و گروه لیان به همراه احسان عبدی پور این روزا کنسرتی رو تو کشور کانادا برگزار کردن که ابتدا تیزر این کنسرت رو با هم میبینیم و بعد قسمت‌های از خود اجرا رو. جانو بعد زندان جانگیرتر بود. برداشتم بردم اسمش نوشتم باشگاه عبدال. کیسه و دستکش که دید خوشش اومد، اما وقتی فهمید بوکس با دعوا فرق داره ول کرد رفت. برای بار سوم رفت دم کشتی رافائل پرسید کارگر نمیخوان؟ رد پارگی ها و جوش خوردگی های بی بند و بخیه صورت جانو طوری بود که کشتی جنگی هم نمیگرفتش، چه برسه رافائل که مثل الماس بود و به قول علی سیگاری خاک تو سر شاک خودش نمی آمد آنجا زندگی کند. شب نور زرد چراغهاش که می افتاد تو آب، صدای پیانوهاش که دست باد می آمد، بو استیکهاش که مساوی تقسیم می شد تو خونه ها، بی اختیار می کشوندمون تو سر پله و از رو پشت بومامون به یک تکه اروپا که اشتباهی جدا شده بود و موج آورده بود چسبونده بودش اسکلی بوشهر نگاه می کردیم. جانو می گفت با 100 تا بند باید ببندنه، شه اگه طاقتش تمام شد گزف پاره نکنه یهو بر نگرده جنوا. دو ماه بعد تو فلکه شون با من دیدمش، از گشنگی لاغر شده بود. گفت علو ماشی میگه به خاطر سر و ریشمه که رافائل نمیگیره تام، و رفت سمت آرایشگاه دیاموند که یک هو از تو دکه علی سیگاری یکی گفت صدای انقلاب شما را شنیدم. پرسیدم کیه علی؟ گفت شاه، و رادیو را گرفت بالا. چرخیدم، جانو تو دهنه آرایشگاه بود. گفتم جانو؟ گفت ها. گفتم شتاب نکن.
بهمن بابازاده نوشته بیاید باور کنیم که کانادا تیکه‌ای از بوشهر بوده. 20 ثانیه از کنسرت گروه لیان و محسن شریفیان در کانادا. تورنتو، کنسرت لیان با نوازندگی لیانا شریفیان. و اما بوشهر ریتم است و موسیقی و حال خوب و رقص و اشتیاق، شربست و خیام خانی و حال خوب. از سمرین اجرای ویژه محسن شریفیان گروه لیان با روایت خانی احسان عبدیپور ببینیم با هم. قشنگیش جنگو میگفت مهمترین قسمت یک خلبان زنشه. خلبان زشت داریم، زن خلبان نه. مثل یک پوستر گلاسه چهار رنگ بود وسط روزنامه کاهی و سیاسفید محله ما. زلهای کج و کوله خسته ای میزدیم بهش تا زمختی بوشهر و کودکی بیاکسسوارمان را بکاهیم. حالا میخواییم یه سر به کنسرت های قدیمی ترشون در ایران بزنیم. ویدیو مربوط به کنسرت محسن شریفیان و گروه لیان است که دارن چپک میزنن و محمود دولت آبادی که میهمان کنسرت بود از شنیدنش به وجد آمده است. دولت آبادی همچنین گفته بود آرزویم این است که این گروه ها باقی بمانن. به معنی واقعی دچار وجد شدم. وجد غیر از شادیه. دست من از آقا موزیم. دم شما گرم. جایگاه ادبیات رو توی موسیقی جنوب چطور میبینید؟ محسن درباره ادبیات موسیقی صحبت کرد. اشاره هاش نشون میداد که موسیقی بی ادبیات و ادبیات بی موسیقی موردی نداره. شب شب ثواب بزرگی بود برای گروه لیان، برای که مردم شاد کرد. چقدر صمیمانه، چقدر عالی بود. من وقت گروه ها رو به این صورت میبینم، اولین آرزوم این میشه که اینا باقی بمونن و ادامه پیدا بکنن. کنسرت لیان به احترام کشته شدگان آبان و سانحه هوایی. به
بخش اول کنسرت ما در واقع ببخشیم یک آیین عزاداری بود که اغلب باش آشنا هستین. اینو ما در واقع هم در اعتراض هم در احترام از خشونت‌های آبان گرفته تا همین اواخر هر چیزی که در این چند روز گذشت و خاطر همه ما رو تلخ کرد اونو تقدیم کردیم. اجرای گروه لیان در اهواز رو با هم ببینیم. نمیشه که صحبت از بوشهر و موسیقی باشه و ما از خیامی بگذریم. خیلی ازتون ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. خوشحال میشم اگه با لایک و کامنت و سابسکرایب ازم حمایت کنین و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار. وضع ما در گردش دنیا چه فرقی میکند؟ زندگی یا مرگ بعد از ما چه فرقی میکند؟ ماهیان روی خاک و ماهیان روی آب، وقت مردن، ساحل و دریا چه فرقی میکند؟ سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست، جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می کند؟ یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کرد، تلخ و شیرین جهان، اما چه فرقی می کند؟
هیچ کس هم صحبت تنهایی یک مرد نیست. خانه من با خیابانها چه فرقی می کند؟ مثل سنگی زیر آب از خیش می پرسم مدام، ما پایین است یا بالا چه فرقی می کند؟ فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت. بی وفا، امروز با فردا چه فرقی می کند؟